سلام، من رجا اسدی هستم. برنامه این هفته تماشا را در بین چیدمان‌های رنگارنگ و عظیم امانوئل مورو، طراح و معمار فرانسوی اجرا می‌کنم. این هفته در تماشا، پای صحبت مریم مهاجر، برنده جایزه بفتای بهترین فیلم کوتاه انیمیشن. مخالف اینم که بگم من میخوام فیلمم این پیام رو داشته باشه. نگاهی به رمان فیل در تاریکی به بهانه انتشار مجدد کتاب پس از 40 سال. متأثر از شرم یا غرب، گشتی در نمایشگاه موزه بریتانیا. امانوئل مورو که بیشتر از 20 سال در ژاپن زندگی کرده، این چیدمان را که با دقت و ظرافت از سقف گالری آویزان شده، با الهام از معماری و اوریگامی ژاپنی به وجود آورده. این حجم سبک و متحرک با 100 طیف رنگی و از لایه‌هایی از اعداد ساخته شده که نمایانگر سال‌های گذشته، حال و آینده است. مریم مهاجر نویسنده، انیماتور و فیلمساز ایرانی ساکن لندنه که فیلمش بابا بزرگ عاشق پیشه بود، به تازگی جایزه بفتای بهترین فیلم کوتاه انیمیشن رو به دست آورده. That was a wedding. A famous dressmaker made Granny a beautiful wedding dress. Granny was a beautiful bride. مریم مهاجر که خودش بزرگ شده دوران جنگ ایران و عراق، بارها با نگاهی نقادانه به جنگ پرداخته و به نوعی تأثیر جنگ رو بر نسل خودش بازتاب داده. جایزه بفتا بهانه‌ای شد که بریم سراغ مصاحبه‌ای که چند ماه پیش در دوره وقفه برنامه تماشا با مریم مهاجر انجام دادیم. مصاحبه قبل از اتمام بابا بزرگ عاشق پیشه بود انجام شد. برای همین مریم مهاجر درش درباره کارهای قبلیش صحبت کرده. On Monday in school, they told us to say death to America. فیلم پیراهن قرمز میتونی بذاری توی گروه فیلم‌های ضد جنگ یا فیلم‌های دوره جنگ. Grandpa listens to Voice of America every evening. We're at war. With Saddam. ولی در کل طول فیلم یه قطره خون از دماغ کسی نمیاد. تو فیلم خشونت نداری. حتی امیدوارم این اتفاق بیفته که از یه جاهای فیلم یادت میره که این فیلم موقع جنگه، کما اینکه بود، یعنی ما زندگی میکردیم. تصویری که مثلا توی اخبار میبینی یا تصویری که تو شبکه‌های اجتماعی میبینی از کشوری که داره جنگ رو طی میکنه، وقتی اون خشونت رو نشون میدی، به نظر من بیننده ناخودآگاه یه حالت دفاعی میگیره. ممکنه دلت خیلی برای این آدم رو بسوزه، ولی همدردیه مستقیم نیست، احساس همدردی نمیکنی. چیزی که من دنبالش هستم اینه که اون بیننده، حالا انگلیسی یا آمریکایی یا غیر ایرانی، که اصلا شاید هیچ تجربه‌ای از جنگ نداره مستقیما، برای یک لحظه هم که شده فکر کنه که این بچه میتونستم من باشم. منم مثلا لباس قرمز دوست داشتم. منم هیجان داشتم که گوشامو سوراخ کردم. یا منم رابطه خاصی با مامان بزرگم داشتم. چیزی که به نظر من الان ما لازم داریم واقعا توی دنیا که همه دارن به هم میپرن، این همدردی است. اینکه بگیم بابا خیلی ما بیشتر از اون که فکر میکنیم شبیه همین. پیراهن قرمز بدون آستین یک اتاق کوچولوی خلوتیه توی خونه یه مادر بزرگی، نوه‌ای که آرزوی یه پیراهن قرمز بدون آستین رو داره که توی یک عکس حالا یا روی یک پوستر دیده تن یک خواننده آمریکایی. She's a singer. She's pretty.
Her dress is pretty. Really pretty. Granny's making it for me. مادر بزرگ داره این پیرهن رو براش میدوزه و این دختر همینطور که منتظر این پیرهنه با فکرهای خودش مشغوله. همینطور که بچه ها در عرض مثلا 5 دقیقه چقدر این فکر همه جا میپره. فکر میکنه که تو مدرسه چه اتفاقی افتاده. داره بزرگ میشه. سوالایی که در مورد بزرگ شدن برای بچه ها پیش میاد. اینا میاد تو ذهنش. این فکر همجور میاد و میره، همینطور که ما منتظریم همراه با این بچه تا این پیرهن قرمز بیاستین درست بشه براش. جنگ توی فیلم هم هست ولی هیچ کدوم واقعا با این فکر شروع نشده که میخوام یک فیلم در مورد جنگ بسازم. ولی اتفاق عجیبی که میفته اینه که فیلمایی که به عنوان فیلم جنگی شروع نشدن برای من، این سایه جنگ انقدر قویه، انقدر حضور داره تو زندگی همه ما که مال اون نسلیم که جاشو پیدا میکنه. یهو میاد انگار قشنگ خیلی آروم میاد و توی فیلم قرار میگیره. من خودم شخصا مخالف اینم که بگم من میخوام فیلمم این پیام رو داشته باشه، برای اینکه احساس میکنم اون لحظه‌ای که من بگم خب من میخوام در این پیام رو برسونم به بیننده، یک محدودیتی برای خودم ایجاد کردم، برای خلاقیتم. به نظر من تا زمانی که تو حرف دلتو بزنی، یعنی واقعا موضوعی که داری بهش میپردازی، هر چیزی که باش ارتباط داری اون موقع، پیام میاد و خیلی مؤثرتر خواهد بود تا اینکه بخوای یه چیز شعاری رو با قاشق به زور بکنی تو حلقه بیننده. بیا 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 برو برو که خوب شناختمت، خوب شد که دل نباختمت. آسمون پر ستاره چشمک بازی میکنه، جانم چشمک بازی میکنه. دخترامو پسرامونم زد بازی میکنه، جانم نوم زد بازی میکنه. دل میگه برو برو نه پس بیا 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 برو برو که خوب شناختمت، خوب شد که دل نباختمت. در این بخش از برنامه میپردازیم به رمان فیل در تاریکی نوشته قاسم هاشمی نژاد که بعد از 40 سال دوباره منتشر شده توسط نشر هرمز. این رمان یک اثر مهم در ژانر پلیسیه که به زبان فارسی نوشته شده و منتقدان اون رو از نظر ادبی و ژانر نویسی بسیار موفق میدونن. خود قاسم هاشمی نژاد که شاعر، منتقد ادبی و مترجم هم هست، در مقدمه تازه کتاب نوشته فیل در تاریکی عکس العملی بود در قبال ادبیات مقبول اون دوره. گفتگوی کردم با روزبه کمالی، منتقد سینما و ادبیات. ماجرای رمان فیل در تاریکی رو اگر بخوام به صورت خلاصه بگم، داستان جلال امین، مردی میانسال در تهران اواسط دهه پنجاه که تعمیرگاه داره، برادرش که برای تحصیل به آلمان رفته با بنزی پس از سالها به تهران میرسه. در این ماشین بدون اینکه دو برادر بدونن مواد مخدر پنهان شده و این اتفاق زندگی این دو نفر رو به کل زیر و رو میکنه. رمان 40 سال پیش نوشته شده، اما حالا هم وقتی که کتابو میخونی انقدر جذابه که به سختی میتونی زمین بذاریش. دلیل این جذابیت داستان چیه؟ مهمترین دلیلش به نظر من، یا نخستین دلیلش، اینه که رمان در ژانر پلیسی نوشته شده که یکی از جذابترین گونه های داستانی و سینماییه. مؤلفه های ژانر پلیسی رو رعایت کرده، معمای خوبی طراحی کرده، معما رو به درستی گسترش داده و بعد گره گشایی کرده. از طرفی با اینکه رمان پلیسی نوشته که به هر حال یک گونه است که از غرب اومده، اونو به خوبی بومی کرده، با شرایط ایران دهه 50 تطبیق داده. ما پس از سالها وقتی درباره این شخصیت‌ها می‌خونیم، اونها رو کاملاً ملموس و زنده احساس می‌کنیم. خودش گفته که ژانر پلیسی رو انتخاب کرده برای اینکه واکنشی بوده به
ادبیات مقبول و رایج اون دوره. درباره اون ادبیات دهه 50 یکم توضیح بده. ادبیاتی که او به عنوان مقبول ازش یاد میکنه چند دسته میشد. یکی ادبیاتی بود که متأثر بود از رئالیسم سوسیالیستی، ادبیات متعهدی که با مستقیم گویی به آرمان‌های سیاسی و اجتماعی می‌پرداخت. دیگری یک نوع ادبیاتی که متأثر از آوانگاردیسم و جریان رمان نو و سیال ذهن بود و بیشتر به زبان و نوع روایت و تنوع راوی‌ها توجه داشت. نوع دیگه از ادبیات هم داشتیم که بینابین بود. این ادبیات سمبولیستی نمادین بود، به دلیل سانسور شدید زمان و مکان رو نادیده می گرفت یا کمرنگ می کرد و از طریق نمادین حرفهای سیاسی اجتماعی می زد برای اینکه با سانسور درگیر نشه. کتاب بعد از 40 سال دوباره تجدید چاپ شده، اهمیتش در چیه؟ کتاب سال 58 بعد از انقلاب اولین بار چاپ شد، اما پیش از اون سال 55 به صورت دنباله‌دار در نشریه رستاخیز جوان منتشر شد. نه اون زمان پیش از انقلاب چندان توجهی بهش شد، نه بعد از انقلاب، هر دوش هم به دلیل اینکه فضای سیاسی و ایدولوژیکی بود. میدونیم که هاشمی نژاد این کتاب رو نوشت و پیشنهاد داد که روایت و داستان قربانی درونمایه مضمون نشه. حالا بعد از 40 سال وقتی این کتاب دوباره چاپ شده، به نظر میرسه که در ادبیات ایران ما با یک تغییر گفتمانی روبرو هستیم. حالا انگار از پس 40 سال بعد از اینکه ما اهمیت ادبیات ژانری رو متوجه شدیم و نویسندگان جوانتر دارن تلاش میکنن که ژانر نویسی بکنن و مشقهای اولیه‌شون رو منتشر میکنن، در پرتو این آگاهی جدید از پس دهه ها ما اهمیت این کتاب رو در میابیم که در زمانه خودش در اون دوره انگار که به عنوان پیشبینی برای آینده تلقی میشد. بار آخری که رفته بود طالقان پیش پدرش پاییز بود و دید بچه ها در دامنه یک تل خاکی بازی میکردند و او چشمش به یک تکه مرمر خورده بود. وقتی خاک را با توک پا پس زده بود، دیده بود یک سنگ قبر بود، کوچک و بی‌ادعا و متواضع، و بر بریدگی بالای آن به خط خوش نسخ نوشته بود وفات مرحوم محمد رحیم ولد استاد عبدالکریم 1224. و جلال فکر کرد خط چقدر شکیل بود و میمها و الفها چه کشیدگی موقرانه داشتند، و سال وفات را حساب کردید باید 170 سالی گذشته باشد و بر قسمت پایین سنگ نقش دو رشته تسبیح بود در حول یک مهر. و جلال فکر کرد یعنی مرد متدین بود، و پایین تر نقش یک خیش بود و یک بیل و میانشان یک شاخی، و جلال فکر کرد یعنی مرد کشاورز بود. رمان زبان پاکیزه ای داره و به قول خود هاشمی نژاد به دور از قلم فرسایی نوشته شده، اما همین زبان وقتی میبینیم وقتی که قهرمان داستان جلال امین به یاد گذشته میکنه یا رویا پردازی میکنه، تبدیل میشه به یک زبان فاخر و شاعرانه. این تغییر نوع زبان چرا اتفاق میفته؟ این قبلش بگم که ما در رمان فیل در تاریکی با الگوی سفر قهرمان روبرویم. قهرمان سفری رو آغاز میکنه، با بزرگترین ترسها و با بزرگترین مشکلات روبرو میشه، تا آستانه مرگ میره، از آتش دوزخ میگذره و دوباره بازداده میشه و به درک جدیدی از زندگی میرسه. وقتی که هاشمی نژاد میخواد به پلات بیرونی، به پیرنگ بیرونی، به سفر قهرمان در جهان بیرون بپردازه، نثرش بسیار دقیق، مشاهدگر و عینیه. اما وقتی که میخواد، هنگامی که میخواد به سفر درونی بپردازه، یعنی سفر درونی که در روحش، در روانش جلال امین طی میکنه، به خاطراتش رجوع میکنه، به رویاهاش
باز میگرده، اونجاها میبینیم که نثر شاعرانه میشه، چون داره یک سفر درونی رو بیان میکنه. روزبه کمالی، خیلی ممنون. گالری امکان مجموعه جدیدی از نقاشی‌های امین فتاحی رو به نمایش گذاشته که شباهت زیادی به چاپ و عکس‌های سیاه و سفید دارن. تکنیک ویژه فتاحی، یعنی اسپری رنگ روی کاغذ و مقوا، این امکان رو به او داده تا فضای عکاسانه رو نقاشی کنه. او در این مجموعه به کنج‌ها و فضاهای معماری داخلی توجه کرده. دیوار، دریچه تهویه هوا، پریز برق، پنجره و بوم‌های نقاشی چیزی شبیه به کارگاه هنرمند رو یادآوری می‌کنه. استفاده از شابلون باعث شده تا فرم‌ها با خط‌های تیز و برجسته از هم تفکیک بشن. ذره‌های رنگ اسپری شده فضای تصویری بوم‌ها را شبیه به گرین عکس کرده و عنوان فوتوژنیک هم به همین تأثیر نگاه عکاسانه در کارها ارجاع داره. به خصوص پرسپکتیو، سایه ها و کنتراست های تند کارها به این کیفیت عکاسانه اضافه کردند. مجموعه جدیدی از نقاشی‌های شاهپری بهزادی با عنوان برین در گالری اثر به نمایش در اومده. با وجودی که غالب نقاشی‌های او انتزاعی هستند، اما رد محفی از معماری ایرانی رو میشه در زیر رنگ‌گذاری‌ها و ضرب قلم‌های او دنبال کرد. بناهای فرسوده که اغلب با گنبد، ایوان، کاشیکاری و یا سایه‌ای از تزئینات معماری بازنمایی می‌شوند و گاهی تلاش کرده تا ردی از آسمان و بازتاب نور رو بر فراز بناها به جا بذاره. بوم‌های اکریلیکی او در 3 سایز مختلف و بیشتر با رنگ‌هایی مثل اوکر، لاجوردی و فیروزه‌ای کار شدند که اشاره‌ای روشن به معماری اسلامی ایرانی دارند. اصطلاحاتی مثل فرنگی سازی و شرق گرایی معمولاً برای توصیف تأثیری که هنر شرق و غرب بر هم گذاشتن به کار رفته. این شناخت گاهی سطحی و ناقص بوده و نقدهای زیادی هم به هر دو روی کرد شده. اما ما به نمایشگاهی در موزه بریتانیا رفتیم که به عقیده برگزار کننده هاش از این نقدها فراتر رفته و به رابطه تاریخی این دو سوی جهان پرداخته. این نمایشگاه با نام متأثر از شرق درباره داد و ستد غرب و شرق در سالهای متمادیه. معمولا نمایشگاه‌هایی که به شرق گرایی یا اورینتالیسم می‌پردازند بیشتر درباره نقاشی‌های سده 19 هستند. اما ما اینجا تلاش کردیم که ریشه‌های شرق گرایی را از سده 15 دنبال کنیم. بخش اول نمایشگاه به 2 دسته تقسیم میشه: نقاشی‌های رنگ روغن و اشیای فرهنگی. نمونه ای از این اشیا یه بشقاب سرامیکیه که تئودور دک اون رو در سده 19 ساخته. او یک سرامیک کار فرانسوی بود که در مورد تکنیک های مختلف ساخت سرامیک پژوهش میکرد. او یک بشقاب از شهر ایزنیک ترکیه رو کپی کرده. اینجا میتونی هر دو رو ببینی. با وجودی که 300 سال اختلاف بینشون هست، ولی تقریبا هیچ تفاوتی با هم ندارن. Both on display, so we see the difference in 300 years, but they're nearly identical. برخی از نمونه های رد و بدل های اولیه هنر شرق و غرب رو میتونید توی آلبوم های لباس هم ببینید. این یه روش خیلی رایج در سفرنامه ها بود. یه جور علاقه به مستند کردن قوم نگارانه شرقی ها در این دوره وجود داشت.
برعکس اون رو هم میتونه اینجا ببینید. مثلا هنرمندای صفوی اروپایی هایی رو که برای ماموریت های سیاسی به ایران میومدن با لباس های فرنگیشون تصویر میکردن. بنابراین یک علاقه دو طرفه در تصویر کردن دیگران وجود داشت و تلاش برای اینکه از راه هنر همدیگر رو درک کنن. This is really the height of Orientalism. سده 19 اوج شرق‌گرایی به عنوان یک جریان هنری بود که با ایده رمانتیسیسم هم در ارتباط بود. گاهی ایده های استعماری پشت اون وجود داشت و گاهی هم علاقه صرف به سفر کردن و مستند کردن ناشناخته ها. مثلا نقاشی بناهای معماری و طراحی نقشه. شرق‌گرایی در اون مایه رایجی در این دوره بود و بازار خوبی هم براش وجود داشت. این مربوط به زمانی در اروپا است که سکولاریسم افزایش پیدا کرده بود و جامعه در حال صنعتی شدن بود و شاید مردم دنبال گریز به یک گذشته گم شده رمانتیک بودند. توی این نقاشی ها توجه زیادی به بناهای معماری قبل و بعد از اسلام و حتی مسیحی وجود داره. یک نمونه اون مسجد جامع دمشق که توی اون از زیر یکی از ایوان ها به صحن مسجد نگاه می‌کنید. اغراق زیادی در نور پردازی شده و میشه گفت که یک تصویر رمانتیک شده است، ولی در عین حال مسجد رو واقع گرایانه تصویر کرده. بنابراین به واقعیت از یک لنز رمانتیک نگاه کرده. توی بخش بعدی تلاش کردیم تا نگاه رو برگردونیم و به نگاه شرق به غرب بپردازیم. این بخش به طور خاص به امپراتوری عثمانی در ترکیه و سلسله قاجار در ایران متمرکزه. عکاسی و پورتره نگاری دو تکنیک غربی تاثیرگذار در این دوره بوده. به خصوص در قاجاریه میبینیم که علاقه زیادی به واقعیت گرایی اغراق شده وجود داره. حاکمان رو میبینیم که بر ویژگی های شخصشون تاکید شده و تصویر شاه روی دیوار ساختمون ها قرار میگیره و یا پوشیدن نشانه های سلطنتی و افتخاری که برای احترام بیشتر در دربار به کار میرفته. بنابراین نوعی پروپاگاندای تصویری در این دوره رایج میشه. ناصرالدین شاه اولین پادشاه ایرانی که به لندن سفر میکنه. در اونجا از انگلستان یک نشان افتخاری دریافت میکنه و وقتی برمیگرده با الهام از این مدال نشان افتخاری خودش رو درست میکنه. یعنی نشان خورشید که اینجا یک نمونه از اون رو میبینید. بخش آخر نمایشگاه به چهار هنرمند زن معاصر می‌پردازه که در کارشون ایده شرق‌گرایی در جهان امروز رو نقد می‌کنن. همینطور ایده زن در حرم، مسئله هویت و ملی‌گرایی رو نقد می‌کنن. شیرین نشاط یکی از این هنرمنداست که کارش درباره هویت و قدرت دادن به زن‌هاست. همینطور لیلا سعیدی، راید سعاده و این شی افنر که اونها هم میراث پابرجای شرق‌گرایی رو نقد می‌کنن و اینکه زن‌ها امروز چطور بازنمایی میشن. اینکه چطور میشه قدرت رو به زن‌ها برگردوند. مثلا در نقاشی‌های سده 19 که به دست مردهای غربی کشیده شده، زن‌ها رو می‌بینیم که منفعلن و در یک محیط مجلل لم دادن. ولی اینجا می‌بینیم که در یک محیط کاملاً تهی به ما خیره شدن. دلیل زیادی وجود داره که چرا غربی ها به شرق علاقمند شدن، اما لزوما همیشه منفی نبوده. گاهی ایده های استعمارگرانه پشتشون بوده، اما گاهی صرفا به دلیل علاقه به سفر کردن و شناخت بوده. امیدوارم که ما با در نظر گرفتن نگاه شرق به غرب نشون داده باشیم که این رفت و برگشت دو طرفه و سیال بوده. گاهی فراموش میکنیم که این تبادل بین غرب و شرق به گذشته خیلی دور برمیگرده و مهمه که از طریق اسناد هنری این رو نمایش بدیم. And it's important to see that through the documentation of art.
به پایان برنامه این هفته تماشا رسیدیم. ممنونم که با ما بودید. یادآوری میکنم تماشا رو دوباره میتونید در یوتیوب و وبسایت بی بی سی فارسی ببینید و گزارش هاش رو هم روی تلگرام و اینستاگرام بی بی سی فارسی دنبال کنید. تا برنامه بعد خداحافظ.